بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمامی دوستداران الکترونیک و اعضای محترم کانال آردوین فارسی در تلگرام. دوستان، من رضا اژدهکش هستم و امروز می خوام براتون در مورد LCD کارکتری یکم صحبت کنم. البته کامل نمی خوام توضیح بدم، یکی از دوستان مشکلی داشت که پرسید، گفتم شاید مشکل خیلی ها باشه و بهتره که توی کانال اعلام کنم تا همه متوجه بشن. ببین دوستان، بعضی وقتا LCD های کارکتری چیزایی که روش می نویسیم به هم می ریزه، قاطی می کنه، کارکتری های عجیب غریب به ما نشون می ده. چرا این اتفاق می افته؟ ما مثلا اینجا بودیم تو از یک LCD کارکتری 16x2 استفاده کردیم. خب اگه من تو برنامه‌ام به هر دلیلی بیام بیشتر از 16 کارکتر تو یک خط بنویسم، این LCD به هم می ریزه و قاطی می کنه. البته شاید همون لحظه اتفاق نیفته، به مرور زمان بعد از یکی دو ثانیه یا بعد از یکی دو دقیقه این اتفاق میفته. چون اینا یک بافری دارن که بیشتر از 16 کارکتر رو تو یک خط نگهداری میکنه. برای دستورات شیفت لفت و شیفت رایت که LCD رو حرکت میده، یک سری حافظه داره که یه ذره بیشتر از 16 کارکتر رو تو یک خط میتونه نگهداری کنه. ولی تکرار برنامه‌مون میاد چیکار میکنه؟ این بافر رو هم پر میکنه. وقتی کارکتر اضافی توش مینویسیم، میاد این بافر رو پر میکنه و بعد از مدتی LCDمون قاطی میکنه. پس همیشه سعی کنین دقیقاً 16 کارکتر حداکثر مقداری باشه که تو یک خط مینویسیم و بیشتر از اون ننویسیم. خب این نکته مهمی بود. بعضی وقتا ما حواسمون نیست، مثلا یک رشته رو نوشتیم و جلوش میخواد مقدار یک متغیری رو چاپ کنیم. اون متغیر مقدارش میاد با این رشته ما جمع میشه، بیشتر از 16 کارکتر میشه. شاید مثلا میشماره 1, 2, 3 و این طولش رفته رفته زیاد میشه، 2 رقمی میشه، 3 رقمی میشه و الاخر. و بعد میبینین از اون خط زد بیرون، اون موقع است که بعد از مدتی قاطی میشه. خب همه این موارد رو ما رعایت کردیم و سعی کردیم که هیچ وقت این اتفاق نیفته. حالا بعضی وقتها دستگاهمون با اینکه همه این موارد رو رعایت کردیم، توی یک محیطی هست که نویز میگیره، محیط پر نویزی هست و دستگاهمون خود به خودی چیکار میکنه؟ این LCD اون پیناش نویز میگیره و کارکترهای اضافی روش نوشته میشه و این اتفاق دوباره تکرار میشه بدون اینکه ما بخوایم. و اگه این اتفاق بیفته و LCD قاطی بشه، تا بورد آردوینو یا میکروکنترلرمون رو ریستارت نکنیم، این حالت از بین نمیره. خب ما دستگاه رو گذاشتیم اونجا داره کار میکنه، نمیخوایم ریستارتش کنیم. شاید اگه ما اینو ریستارت کنیم، مثلا آژیری به صدا در بیاد، SMSی ارسال کنه به یکی، یا مثلا زنگ بزنه به یکی، یا مثلا یک اتفاقی بیفته که نمیخوایم بیفته. ما فقط میخوایم این LCD درست نشون بده. تو این حالت چیکار باید بکنیم؟ خب ببینید، من برای اینکه پاسخ این سوال رو بدم، یکی از برنامه هام رو که این مشکل رو توش رفع کرده بودم باز کردم که به شما نشون بدم. اینجا من یک تابعی دارم به نام IsTimeOut و یک متغیری دارم به نام KTimeOut. یک متغیری هست از نوع unsigned long هست، توی اول برنامه‌ام تعریف کردم و تو برنامه‌ام نوشتم که هر وقت کلیدی از کیبورد زده شد، بیا این متغیر KTimeOut رو مساوی میلیس کن و بعد از اینکه این کار انجام داد، بکلایت LCD هم مساوی 255 میکنم که روشن بشه LCD. خب توی برنامه من مدام این IsTimeOut فراخوانی میشه و میاد اینجا میگه آیا میلیس منهای KTimeOut بزرگتر از این عدد هست؟ مثلا اینجا به عنوان مثال 13 ثانیه نوشتم. نه، 13 ثانیه نیست، این if اجرا نمیشه، فالس برمیگردونه. و من میدونم که چی؟ هنوز TimeOut دارم و برنامه به کار خودش ادامه میده. اگر این مقدار کلیدی زده نشده، خب اگر کلیدی زده بشه، این KTimeOut دوباره مساوی میلیس میشه. اگر کلیدی زده نشده، این عدد یواش یواش زیاد میشه، میلیس منهای KTimeOut و بیشتر از 13 ثانیه میشه و اینجا میاد این کار رو انجام میده. ببینید، اول LCD رو من پاک میکنم صفحش رو،
بعد بکلایتش رو خاموش میکنم، ریترن میکنم. اگه من این دستور lcd.begin رو اینجا نمی نوشتم چه اتفاقی می افتاد؟ هیچ اتفاقی نمی افتاد. فقط صفحه رو پاک میکرد، lcd رو خاموش میکرد، انگار صفحه دستگاه خاموش و برمیگشت و تیرو برمیگردون و من میدیدم که این تیروه، میفهمیدم که lcd خاموش شده، کسی به کیبورد دست نزده و یه کارهای دیگه در حالت خاموش شدن lcd میخواستم انجام بدم انجام میدم. مثلا وقتی lcd روشنه یعنی کیپد زده شده و دیگه از وای فای اطلاعاتی دریافت نمی کنم یا از SMS اطلاعاتی دریافت نمی کنم، میرم یه تنظیماتی انجام میدم. اما اگه این فالس باشه یعنی LCD خاموشه و تو حالت settings نیستم و میرم یه کارهای دیگه که با وای فای و SMS اینو دارم انجام میدم. خب حالا نکته ای که هست، چرا من اینجا نوشتم lcd.begin؟ lcd.begin رو تو ورد ستاپ نوشته بودم، چرا اینجا دوباره توی تابه نوشتم؟ این دستور میاد LCD ما رو ریستارت میکنه. بدون که ما مدارمون رو ریستارت کنیم، LCD مون رو اینجا ریستارت میکنیم و اون حالت به هم ریختگیش از بین میره. برای محیط های پرنوز این خیلی دستور جالبی هست که اینجا می‌نویسیم. الان که من با LCD کاری ندارم، میخوام پاکش کنم و خاموشش کنم، ریستارتش هم میکنم، خود LCD رو ریستارت میکنم، مدارم رو دیگه ریستارت نمیکنم و این باعث میشه که چی؟ LCD من دیگه اون حالت به هم ریختگیش از بین بره. اگه من 13 ثانیه به هیچ کلیدی دست نزنم، این حالت به هم ریختگی از بین میره. حالا شما مثلا فرض کنید نمیخواین LCD تون پاک کنید، بک لایتش هم خاموش کنید، همین دستور ریستارتش میکنه. فرض کنید یک دستگاه ساختین مثلا مدام داره کار میکنه، یه برنامه مینویسین که هر مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه یک بار میاد تابع lcd.begin رو اجرا میکنه. تو محیط های پرنویز این خیلی خوبه. وقتی این اتفاق میفته LCD تو یک لحظه ریستارت میشه. ولی باید حواستون باشه که قبل از این دستور روی LCD چی نوشته بودین، بعد از اینکه اینو اجرا کردین دوباره همونا روی LCD بنویسین و اینطوری اون حالت به هم ریختگیتون از بین میره. خب امیدوارم مفید بوده باشه این آموزش براتون. تا آموزش‌های بعدی شاد باشید. یا حافظ.